کارگاه آموزشی برای کارمندان ادارات دولتی در کندز رسما آغاز گردید. این کارگاه آموزشی برای 30 تن از کارمندان ادارات دولتی از جانب دفتر میدیوتیک با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز در این مراسم رسما آغاز گردید. سید غفور هاشمی مسئول دفتر میدیوتیک کندز پیرامون فعالیت های انجام یافته مرکز اجتماعی و رسانه کندز یا میدیوتیک با حاضرین مجلس معلومات داده افزود که دفتر میدیوتیک کندز در سالهای پسین ده ها برنامه های متعددی برای جوانان کندز را اندازی کرده تغییرات مثبتی را به میان آورده است. په ځانګړي ډول هغه نوي ګمارل شوي کارکوونکو ته د هغوی د مسلک روزنې په برخه کې پاملرنه وکړو چې د ټکنالوژي او حکومتوالۍ په برخه کې تجربه او پوهه نه لري. فلهذا د یادو موخه او ښه حکومتوالۍ د ټینګښت تحقق په نیت یو مسلکي مدیریتي او ښه حکومتوړي اړوند روزنیز کورس پرانیزو، تر څو له یو خوا د هیواد اداري نظام لا غوښتلی او له بلې خوا د خپل شته امکاناتو او قدرونو د ملاتړ سره سم د ظرفیت لوړونو ګټور پروګرامونو په لاره واچوو. زموږ د ارزیابي او څېړنې په اساس اړ شوو د نورو پروګرامونو څخه د مخه د اداري ټکنالوژي په برخه کې د هغه قدرونو ته چې تازه ګمارل شوي دي د مسلکي زده کړو زمینه مساعد کړو. در همین حال متی الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندز میگوید که امارت اسلامی افغانستان همواره در جهت برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی حمایت همه جانبه نموده و هر نوع برنامه های آموزشی که از آدرس دفتر میدیوتیک را اندازی می شود حمایت نموده و برای هیچ شخص و هیچ گروه اجازه نمی دهد تا در امور کاری این نهاد اجتماعی مداخله نماید. هیڅ یو مجاهد د یادو بنسټونو په چارو کې د مداخلې حق نه لري او نه به چاته د مزاحمت حق ورکړل شي. موږ بیا هم د دوی د فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوو. همداراز د هغو خوږو ځوانانو نه چې خالي لاس پر رضاکارانه ډول د احساس او وطن پالنې له مخې د ټولنې د پرمختګ په بار موږ سره فعاله همکاري لري د زړه له کومې مننه کوم. از سوی هم نوردین ریختین و خلیل رحمان امینی دو تن از جوانان ولایت کندز صحبت نموده، ضمن اینکه حمایت خیش را از برنامه های امارت اسلامی افغانستان اعلام نمودند، افزودند که جوانان آماده است تا طور رضاکارانه در کنار دولت فعلی خیش همکار و همگام باشند. ما شاهد یک حکومت جدید در افغانستان هستیم که چالش های زیادی را جوانان پشت سر گذاشتند. امروز یک فضای بسته میخوایم اینجا برای شما بگیم که یک فضای بسته در چهار دهه بین ملت و دولت ایجاد شده. پس این فضای بسته باید باز شود. این روابط کی ایجاد میکنه در قسمت ساختن از این ملت و دولت؟ اطلاعات و فرهنگ مسیر را ایجاد کنه که جوانا بتانه به طور شاید و بایدش در قسمت از بین بردن مشکلات و چالش ها طرحهای مشخصی را داشته باشند و در عین حال با دولت همکار باشند. د اسلامی امارت د مسئولین سخیله که وشه حس و اپری ترسو د فساد د مخنی پا برخی کار کنی. تیر نظام دیرنگی دو یو سر لاملم داو شه مفسدینو پکې وده کړې، مفسدینو ته پکې ډېر زیات وخت ورکول کېده او همدغه بدمرغي وه چې نظام یې نسکور کړ. هیله مند یم چې تر ټولو وړاندې دې ټکې ته ډېره پاملرنه. از سوی هم مولوی حلیم الدین حماد رئیس اختارانوالی اصناف ولایت کندز نیز گفت که جوانان در ادارات دولتی باید از طریق روابط نه بلکه از طریق ضوابط شامل وظیفه گردند، زیرا دولت امارت اسلامی افغانستان به جوانان کشور نیازی جدی دارد. با گفته رئیس سانانوالی استناف کندز، ایجاد کورس‌های آموزشی بدین معنی است که فرد و هموطن به کشور خود علاقمندی خاص داشته و می خواهند مصدر خدمت به دولت کردن. هر حق مامور چه اغا خپل ماموریت ترازی باید صادق ایمانداری او راستکاری ولری، نه خدای مکړه خیانتکاری. مامور باید په اساس د روابطو نه بلکې د ضوابطو په اساس دنده واخلي، چې هغه ضوابط الحمدلله د تاسو غوندې قدر استادانو په لاس باندې ورته زده کیږي.
قابل ذکر است که در پایان این برنامه مرکز آموزشی کامپیوتر برای 30 تن از کارمندان ادارات دولتی با قطع نوار رسما آغاز گردید.